سلام عرض می کنم آمار رسمی دولت ایران رو راجب در کووید 19 تعداد مبتلایان کووید 19 رو بررسی می کنیم اول و بعد به آخرین اخبار راجب مداوا و درمان های مختلف بیماری میپردازم و به سوالات شما پاسخ میدم. از آمار شروع بکنیم اینا در روز ششم فروردین ماه در تعدادی رو که اعلام کرده بودند تعداد کل بیماران رو 27077 نفر اعلام کردن در سطح کشور که این یک رکورد بود برای حتی آمار حکومت اسلامی برای اینکه در ظرف 24 ساعت از پنجم تا ششم فروردین اینها 2266 مورد تازه اعلام کرده بودند این رکورد خودشون رو امروز شکستن دوباره یعنی در 24 ساعت گذشته اه، تعداد اه، کسانی که تست کووید 19 شون مثبت بوده به 2329 نفر افزایش پیدا کرده تعداد کل بیماران 29406 نفر هست و این درصد مثبت دوباره نزدیک میشه به ده درصد و هرچی که نزدیک میشه به ده درصد همینطوری که قبلا خدمت شما هموطنان عزیزم عرض کرده بودم این یعنی اینکه هیچ کنترلی روی ویروس نیست این یعنی که بین هفت تا هشت روز طول میکشه تا این تعداد کل مبتلایان دو برابر بشه و این خیلی ساده است شما میتونید برگردید نگاه بکنید ببینید که امروز ما حدود سی هزار نفر داریم نگاه بکنید ببینید حدود 15 تا 16 هزار نفر بودن تعداد مبتلایانمون در اواخر اسفند ماه 26 27 اسفند بنابراین ظرف یک هفته تا ده روز این تعداد دو برابر شده و انتظار میره که باز هم دو برابر بشه یعنی تا چهاردهم فروردین پونزدهم فروردین به نظر من ما نزدیک میشیم به پنجاه تا پنجاه و پنج هزار نفر کل بیمار و تا پایان فروردین ماه این میزان ممکنه که به صد هزار نفر برسه و به هیچ وجه ما به قله نخواهیم رسید و کنترل نخواهیم کرد و پایین نخواهیم اومد مگر اینکه این, این درصد افزایش کاهش پیدا بکنه و درصد افزایش فقط با در خانه ماندن شما هست که میتونه کنترل بشه دولت شما دولتی ناکارآمده دولتی است که نمیخواد این بحران تموم بشه حکومتیه که از این بحران و از مرگ شما داره سوداگری میکنه در بازارهای بینالمللی باجخواهی میکنه میخواد پول بگیره میخواد از زیر تحریم ها بیرون بیاد میخواد شماها رو تو خونه نگه داره بنابراین به مرگ هموطنان عزیز من راضی هست این حکومت این شما هستید که باید از خودتون و از خانوادتون مراقبت بکنید مسئولیت به خرج بدید به پیراتون رحم بکنید توی خونه بمونید شما جوانها که گوش نمیدید که میان بیرون همچنان توی ماشینا توی پیکنیک توی چه میدونم راه به خودتون رحم نمی کنید به اون افراد سال خورده خانواده که دوست داریدشون و پدر و مادرتون و دیگران که جان اینها رو دوست دارید اینا برای شما زحمت کشیدن اینا شما رو دوست داشتن به اینها رحم بکنید و در خانه بمانید میزان مرگ و میر هم باز در ظرف 24 ساعت اخیر رکورد جدید حکومت اسلامی بوده آمارش 2234 و و و نفر اه،, اه، این که فاجعه ابعاد فاجعه رو نشون میده و ما میدونیم که بنابراین میزان واقعی مرگ و میر و میزان واقعی آلودگی یه چیزی نزدیک 4 تا 5 برابر اینه بنابراین احتمالا تا به امروز نزدیک به ده هزار نفر از هموطنان ما جان خودشون از دست دادند و نزدیک به بیش از صد هزار نفر در کشور مبتلا داریم در تمامی کشور هم مبتلا داریم و هم پرسنل پزشکی برادران و خواهران عزیز همکار من پزشک و پرستار مبتلا شدند و جان خودشون رو بر سر انجام وظیفه گذاشتند اما در مورد آخرین اخبار مداوا اگر یادتون باشه راجع به بیماری به داروی بیماری مالاریا بسیار صحبت شده کلوروکوین و هیدروکسی کلوروکوین این دوتا دارو در ایران هم به وفور موجود بوده حداقل پیش از این نقش مهمی داشتند در مداوای مالاریا ایران بخش از برنامه ریشکن کردن مالاریا در ایران بود و سالهای سال داروهاییست است که بیش از هفتاد سال مورد استفاده قرار داره و دو تا مطالعه جدید در واقع نشون داد که این میتونه موثر باشه در میزان کاهش ویروس یک دیروز نتایج یک مطالعه تحقیق کوچکتری باز در اومده باز 20 تا 30 تا مریض بیشتر توش نیستند تحقیق ویرولوژیک هست به ویروس نگاه میکنه بیشتر تا به تعداد زیادی بیمار و این نشون میده که این تحقیق جدید نشون میده که چندان تاثیر زیادی کلورکوین نداره توی بیماران و برحال هنوز این در شرایط در این شرایط امروز ما در مراحل اولیه هستیم و مطمئن نیستیم که کلوروکوین و یا ترکیب کلوروکوین با داروی با آنتیبیوتیک ایزیترومایسین پاسخ خوب باشه واقعا ایزیترومایسین از خانواده اریترومایسین کسانی شما به آلرژی دارید به ایزیترومایسین توصیه نمیشه که این رو بخورید و ضمن این که عوارز جانبی این دو دارو رو باید راجع بشه کمی آدم صحبت بکنه بخصوص برای همکارانم هم چون احساس میکنم که این رو زیاد از شما میخوان این روزها این, دو, دو دارو رو بیماران قوم و خیشا خونواده دوستان ببینید برای کلوروکوین البته این مشکل قلبی نادر هست ولی میتونه که یک اریتمی های خاص ایجاد بکنه بهش میگیم طولانی کردن در واقع فاصله QT روی الکتروکاردیوگرام قلب که این میتونه باعث یک اریتمی خطرناک بشه قلب رو از کار بندازه با, با تعداد بالا بردن زربان قلب و باعث سکته بشه و این بهش میگیم ترساد به این البته نادره به وجود آوردن ترساد ولی ایزیترومایسین هم میتونه باز به صورت نادری باعث بشه وقتی که این دوتا رو شما با هم ترکیب میکنید این دوتا دارو رو نمیدونیم واقعا چند درصد میتونه باعث ترساد بشه و بنابراین توصیه میکنیم اولا که به همه مثل نقل و نبات این دارو رو ندن ثانیا بیماران حداقل مسنتر رو یا بیمارانی که سابقه قلبی دارن اول یک الکتروکاردیوگرام بگیرن از قلبش مطمئن بشن که این کیوتی اینتروالشون طولانی نیست یا یا به حال نرمال هست قبل از اینکه این دارو رو بهشون بدن که ریسک اضافه رو واقعا نداشته باشن برای اینکه ما از اینکه این داروی موثری باشه هنوز اطمینان خاطر نداریم مسئله دیگه بیماران دایابت هست اینا بیمارانی که مرض قند دارن و دارن انسولین مصرف میکنن یا دارن داروهایی که مثل متفورمین داروهایی که قند خون رو کنترل میکنه و پایین میاره رو میخورن کلوروکوین در این افراد میتونه در واقع قند خون رو بسیار پایین بیاوره اونقدر پایین بندازه که بیمار رو دچار شوک بکنه و دلیلش هم این استش که حساسیت به انسولین رو در بدن یک خیلی بالا میبره با چند مکانیزم مختلف از جمله اینکه انسولین رو در خون طولانی تر میکنه قند خون رو پایین میاره و به هر حال این یک خطری است برای اون دست از بیمارانتون که دیابت دارن مرض قند دارن کلوروکوین رو درشون با, با, با احتیاط استفاده کرد اگر دسترسی دارید به این آکتریوتاید به عنوان یک دارویی که در این جور موارد اگر قند خون پایین افتاده باشه میتونه واقعا به طور خیلی بیخطری تمام ترشوه اینسولین از پانکریاز رو متوقف بکنه و جان بیمار رو نجات بده اما تأثیر مهمترین آرز جانبی این که آرزه جانبی این دارو که من میخوام صحبت کنم راجع بهشون که مسئله رو یک مقداری هم سیاسی هم میکنه تأثیریه که بر مغز و اعصاب میگذاره توهم و پارانویا رو افزایش میده و در کسانی که یک کمی توهم و پارانویا دارن این رو میتونه بسیار تشدید بکنه متاسفانه من فکر میکنم یک عده از این رهبران مذهبی ایران به حال آخوندهای حاکم که دستشون هم به دهنشون میرسه از این داروها در اختیارشون فراوون گذاشتن یا بهشون برای پیشگیری میدن این به خصوص کسانی که متادون مصرف میکنن یا تریاک مصرف میکنن یا مورفین مصرف میکنن این باز مزید بر علت میشه چون یک به اصطلاح متابولیزم اینها رو مختل میکنه توی کاری،, کاری،, که این دارو انجام میده و مهمتر از همه که تاثیرات روانگردان و روانی شدیدی میگذاره روی این افراد بنابراین این هیچ تعجبی نداره که مثلا وقتی میبینید رهبر مملکت شخص اول مملکت نیرومندترین قدرت اجرایی مملکت که همیشه متوهم بوده همیشه راجع به دشمن و غیره صحبت کرده یک دفعه هاش به طرز عجیب و غریبی متوهمتر میشه و پارانویاش بسیار شدیدتر میشه این حداقل کاری که پزشکانش میتونن بکنن به نظر من این داروی کلوروکوین رو اگر دارید به این آدم میدید متوقفش بکنید البته بله در شرایط ما میفهمیم قرنطینه هم بیماری شدیدتر میشه حادتر میشه ولی این بیماری متاسفانه در اشخاصی که قدرت سیاسی زیادی دارن تمام یک مملکتی نشسته داره به مطیعشونه حالا به زور اصله مطیعشونه و این افراد با این میزان از توهم و پارانویا میتونند بسیار خطرناک باشند برای مملکت خودشون برای منطقه برای کل دنیا این واقعا خطر بزرگ دیگری هست که این هم ناشی باز میتونه از کلوروکوین باشه و باید درش دقت کرد میرم سراغ جواب دادن به سوالاتتون و امروز ببینم از بنده پرسیدن ماندگاری ویروس روی موی سر چقدره ببینید روی سطوح مختلف این رو امتحان کردن نگاه کردن بهش ولی خب خیلی دشواره یه همچه آزمایشی رو انجام دادن همینطوری که میدونید و بعدم شرایط آزمایشگاه قابل تطبیق با شرایط واقعی نیست و اونچه که ما میدونیم این استش که بله روی سطوح و توی هوا میتونه بمونه و بنابراین خوبه که بپوشونید موی سرتون رو و نقاب با نقاب فلان اینا و وقتی که دارید با مریض روبرو رو میشید از خودتون مراقبت بکنید ولی و وقتی که به خونه میایید خب میتونید با صابون فلی ساده همونطوری که از دستها پاک میشه از سطوح دیگه هم پاک میشه ولی من واقعا اگر جای شما بودم نگران ماندگاری این ویروس روی سطوح نمی بودم مردمی باید نگرانش باشند که توی خونه نشستند در قرنطینه نشستند و میخوان دارن خونهشون رو پاکسازی میکنند ما داریم میبینیم متاسفانه هموطنان ما هنوز تو خیابونن هنوز دارن این از طریق دست و صورت به همدیگه منتقل میکنند سطوح به نظر من الان مسئولیت اولیه رو نداره مسئولیت اولیه رو مردم دارند که قرنطینه رو رعایت نمیکنن شما اگر قرنطینه کردید خودتون رو در خونه نشستید و یه دور خونه رو تمیز کردید واقعا نباید این نگرانی ها رو داشته باشید گفتن آیا باید هر بار بر بیرون رفتن انگام بازگشت باید حمام رفت و دوش گرفت و خوب اگه این کار رو بکنید گفتن های خبر خوبی از پیشرفت واکسن هست بله من خبر خوب واکسن بسیار دادم توی این روزهایی که باتون با صحبت کردم ببینید این یک پوسته چربی داره این ویروس علی این پوسته چربی واکسن خیلی راحت میشه ساخت چندین کشور مختلف واکسن ساختن دارن در مراحل تحقیق بالینیش هستن و به محض اینکه اطمینان پیدا بکنن که این واکسن عوارض جانبی سختی نداره و به محض اینکه اطمینان پیدا بکنن که این آنتیبادی خونسا کننده ویروس رو در واقع تولید میکنه این واکسن ها رو به بازار میارن و در سطح گسترده پخش خواهند کرد خب طول میکشه چند ماه حد, حد اقل چند ماهی طول خواهد کشید و برای همین ما میگیم که تا وقتی که این واکسن برسه واقعا ما نمیخوایم که هموطنان ما این همه تلفات داشته باشن این همه جان عزیزانمون رو ببینیم جانشون از دست میدن این واقعا چند ماه آینده با قرنطینه با در خانه ماندن می شود که واقعا ریشه انتقال رو بهتر از هر واکسن دیگری واقعا میشود پیشگیری کرد و ریشهش رو کند شما نگاه بکنید به کشورهایی که قرنطینه موثر کردن تا به امروز شما نگاه بکنید به ایتالیا آلمان انگلیس موج میزنه بیماری الان ولی نگاه بکنید به ویتنام کشوری که بسیار نزدیکتر بوده به چین مراوده بیشتر هم بوده با قرنطینه سریع و موثر چقدر زیبا اینو به سرعت کنترل کردن و میزان رو پایین نگه داشتن چه میزان مبتلا رو چه میزان مرگ و میرشون رو این واقعا دیگری کره جنوبی هست با وجود اینکه در ابتدا بیشتر از هر کشور دیگری آلودگی داشت بعد از چین این رو متوقف کرد کنترل کردن با تست کردن و با یک دولت کارآمدی که شخص اول مملکتشون اومد و درگیر شد برای کنترل روزانه این بیماری به جای اینکه بچینه در یک گوشه ای توی یک آکواریومی و راجع به توهم توته و جن و انس و غیره صحبت بکنه اومد و باستین ها رو بالا زد و مملکت خودش رو نجات داد اینها واقعا قابل کنترل هست برخلاف آن فلانزا شما میتونید لازم نیست صبر کنید تا واکسن به دستتون برسه در مورد انتقال از هوا گفتن باید چقدر نگران بود چون طبق ده تحقیقات جدید ببینید تحقیقات جدید گفتن در هوا ماندگاره اینا اومدن یک به اصطلاح با یک دستگاهی موتوری موتور بسیار نیرومندی اینجوری براتون میگم این رو به صورت قطراتش رو توی هوا انفجاری بالا فرستادند و بعد نگاه کردن که چقدر طول میکشه تا پایین بیاد شما با در نظر بگیرید این تو آزمایشگاهه این هیچ ربطی به شرایط واقعی امروز توی جامعه نداره یه تحقیق آزمایشگاهیه که به نظر من هم بسیار کمه خدمتونم عرض میکنم چرا ببینید یکی از استادان بنده میگفتش که اگر این میزان فشاری که زیر هر کدوم از این قطرات گذاشتند به تناسب زیر نشیمنگاه یک انسان بگذارن اون انسان به فاصله کمتر از چند دقیقه از کره ماه سر در میاره این اینقدر غیر طبیعیه این قضیه شما این تا اونجا که ما میتونیم بگیم راجع به این پخش شیوع این آلودگی این حوازی نیست و نباید نگران انتقالش از هوا باشید و نباید فوری نگران بشید وقتی که یک همچه تحقیقاتی توی محیط های بسته آزمایشگاهی یه دی کوچکی انجام میدن برای اینکه خب بله اینا رو این کار رو انجام میدن بعد هم نیست گاهی هم مفیده مثلا تحقیقی که نشون داد در کشتی پرنسس کروز این روی سطوح تا 17 روز بعد آرن ای ویروس رو میتونستن پیدا بکنن ولی چیزی که شما باید در نظر داشته باشید اینه که آیا این آر ای همچنان میتونست افونی باشه آیا همچنان میتونست منتقل بکنه خودش رو بده؟ برای اینکه صرف اینکه این آر ای اونجا هست این دلیل هیچ چیز خاصی نمیشه شما این رو در کسانی که حتی بهبود هم یافتند ممکنه بتونید نشون بدید بنابراین اینکه بتونه همچنان عفونی باشه و بتونه عفونت رو منتقل بکنه این رشته آر ای RNA لازم داره که یک شکل خاصی سبودی خاصی داشته باشه در و اون شکل به اصطلاح سبودی خاصش در فضا رو حفظ بکنه موقعی که میخواد وارد سلول بشه دور خلاصه ارز بکنم خارج از بدن ما این ویروس آسیب پذیره برای همین هستش که اگر که شما حفظ بکنید خودتون رو در خونه بنشینید و به هم دیگه منتقل نکنید این خیلی زود به پایان این ما میرسیم ولی هرچی که شو این کار رو نکنید و این دایره رو ادامه بدید از یک انسان به انسان دیگه منتقل میشه و ادامه پیدا میده گفتن که بعد از 14 درصد از بیماران بعد از بهبودی دوباره تست اونها مثبت اعلام شده بله تقریبا جوابتون رو دادم قبل از اینکه به این سوال برسیم اینکه این تست همچنان میتونه یک سری آر, آر ای ویروس رو پیدا بکنه لزوما دلیل این نیست که اولا اینها دوباره گرفتن ثانیا اینکه اینها میتونن به کسی منتقل بکنن در واقع یکی از واکسن هایی که انواع مداواها و واکسن هایی که داریم بهش فکر می کنیم الان همین است که از این کسانی که بهبود پیدا کردن شما خونشون رو بگیرید و بعد این رو آنتیبادیش بیو... آنتی رو تزریق بکنید به کسانی که حالشون بسیار وخیمه یا سال خورده هستن و شما میخواین اونها نگیرند این که اینکه اینها که به اصطلاح بهش میگیم کانوالسنت سیروم این یکی از روش های درمانی بوده از هزار سالهای 1860 1870 از اولین واکسن ها واکسن دیفتری رو در واقع همینطوری انجام دادند و بنابراین من فکر نمی کنم شما خیلی باید نگران کسانی باشید که بهبود یافتند کسانی که بهبود یافتند و به حال این خطر از سرشون گذشته میتونن بخشی از مداوا باشن احتمالا در آینده نزدیک این مطالعه است که الان تحقیق بالینی است که دارن در دانشگاه جانز هاپکینز انجام میدن برای اینکه ببینن آیا در مرحله معالجه یا پیشگیری و خون این بیمارانی که بهبود پیدا کردند میتونه مورد استفاده قرار بگیره یا نه گفتن آیا یک بار دیگر توضیح بدید که آیا با یک بار ابتلا از ابتلای دوباره مسون میشویم یا نه بله اگر که شما به کووید 19 مبتلا شده باشید و بهبودی حاصل شده باشه بهبودی یعنی بدن شما آنتیبادی خونسا کننده به ویروس رو در بدن شما ساخته و این آنتیبادی البته ما نمیدونیم که تا چند روز تا چند ماه میمونه در بدن شما ولی به طور معمول ویروس های دیگه مثل مشابه آنفولانزا و غیره اینها ماها بدن رو در واقع ایمن میکنه از گرفتن دوباره دوباره ویروس و بنابراین اگر نه اگر ماها اگر نه سالها ایمن میکنه بنابراین من اگر جای اون دسته از هموطنان عزیزی باشم که تستشون مثبت شده و بهبود پیدا کردن اینا نگران ابتلای دوباره اونها نخواهم بود تزریق خون انسان بهبود یافته رو جواب دادم آیا درست گروه های خونی مختلف گیرایشون فرق میکنه یه سری تحقیقات ابتدایی در این زمینه انجام شده و ممکنه که اکتفاوت هایی هم در این زمینه وجود داشته باشه ولی من فکر نمی کنم در شیوع بیماری این هنوز به این نتیجه رسیدیم که تعیین کننده باشه ولی به حال آخرین تحقیقات در این زمینه رو هم روی سایت جانس هاپکینز و هم روی سایت سی دی سی و هم سایت سازمان بهداشت جهانی هست میتونید نگاه بکنید و میتونید ببینید که نتیجه قطعی هنوز به همون نمیدن هرچند که یک سری تفاوت هایی رو در این مطالعات کوچکشون تا حالا نشون دادن تا یا کسانی که تریاک مصرف میکنن کمتر تلفات دادن از این بیماری های ممکنه تریاک روی این ویروس تاثیر بگذاره والا دلیل خاصی نمیتونه داشته باشه چجوری تریاک روی این ویروس میتونه تاثیر بذاره ببینید تریاک در واقع و یا یکی از مشتقاتش که مورفین باشه برای قلب ما میدونیم ازش استفاده طبی میکنیم و خوبه کسانی در حال مثلا حمله قلبی هستن یا سینه درد ناشی حمله قلبی دارن ما بینا مورفین میدیم چون میدونیم که این باعث میشه که گردش خون بیشتر بشه و عروق باز بشه و این باز شدن عروق و گردش خون بیشتر و غیره محیط بهتری رو در اختیار ویروس قرار میده برای ورود اگر که میخواین همینجوری بدون هیچ مطالعه قضاوت بکنیم ولی خب مطالعه در این زمینه نشده شما تناجوری که میتونید اینجا مطالعه بکنید اینه که نگاه بکنید به بیاین مثلا یه دی رو که تریاک میگشن بردارید به, به این ویروس و این ویروس رو و یا کسانی رو که آلو دستن در اطرافشون بگذارید و ببینید آیا اینها میگیرند یا نه در این شکلی که شما الان میگید که همینجوری نگاه بکنید فرض کنید ببینید چند تا از دوستانتون که تریاک میکشن هنوز نگرفتن ممکنه خیلی عوامل دیگر داشته باشه تا اونجا که من یادمه از دوستان و هموطنان و همشهریان کرمانی عزیزم که تریاک میکشیدن یکی از عادات مهم و مشخصشون این بود که از خونه بیرون نمی رفتند تریاک آدم رو تنبل میکنه. روی یه دوشکی شما در یه گوشه می نشینید تا اونجا که من از دوران کودکی یادم هست و وافور و منقل و در حال کشیدن تریاکید وقتی که تریاک رو می کشید از همون گوشه و از روی اون دوشک شما سیر آفاق و انفس می کنید ولی تکون نمی خورید از جاتون این به نظر من شما رو بله از ویروس حفظ میکنه همین که از جاتون تکون نمیخورید از خونه بیرون نمیرید در مقایسه با کسانی که دائم در رفته آمد هستند و میرن بیرون و تو کوچه و خیابون شما موقعیت بهتری دارید برای پیشگیری بنابراین این به خاطر اثر تریاک روی ویروس نیست این به خاطر اثر تریاک روی شخص شماست و اینکه باعث میشه شما تو خونه بمونید و از خونه تکون نخورید سوال رو نمیفهمم گفتن از جمله کم شدن حس بونیا، بویایی میتونه نشانه های مبتلا باشه هست گزارشات اینطوری ولی ببینید کرس بیماری شکل بیماری الگوی بیماری به طور مشخص تعریف شده یک هفته مثل سرماخوردگی خفیفه بعد سرفه و تبه و بعد این تب بیشتر میشه بعد چیزی که خطرناکه و بهش میرسیم تنگی نفسه و این تنگ نفس که شدیدتر میشه شما باید به بیمارستان برید این بس کورس بیماری است حالا یه سری رپورت های کوچک دیگه اینور اونور هم داریم کم شدن حس بویایی غیره و اینها ولی من واقعا اگه جای شما باشم تمرکز میکنم روی شکل اصلی بیماری و علائم اصلی بیماری و به خصوص علائمی که تلفات میده چون تا حالا ایش که به خاطر کم شدن نصف که فوت نکرده که این تر واقع مشکل تنفسی شما هست که باعث میشه که شما به بیمارستان برسید و کسایی که به بیمارستان میرسن پنج درصدشون در واقع آی لازم دارن و از اون عده تعداد زیادی متاسفانه تلفات دارید گفتن سگش که سگشونی که بیرون میبرن شستن دست و پاش کافیه یا اینکه باید حتما شستن دست و پا کافیه با صابون چه داروهایی مصرف کنید واسه پیشگیری داروی برای پیشگیری نداریم به طور ساده پیشگیری فقط از طریق شستن دستا با صابون و حفظ فاصله اجتماعی و بیرون نرفتن از خونه انجام میشه گفتن من یک ماه پیش آنفولانزا شدم آب نمک و سرکه قرقره میکنن نگران سرفه هستم اینکه که آنفولانزا شدید دلیل نمیشه که کووید 19 رو نگیرید آب نمک و سرفه رو مطمئن نیستم که تاثیر خاصی داشته باشه و من نمیدونم شما مبتلا هستید یا نه اگر تب ندارید و اگر بیش از دو هفته گذشته از علائم بیماریتون در شما موقعیت بسیار خوبی هستید موقعتون از همه بقیه بهتره اگر برای اینکه بیماری در واقع بعد از هفته اول خفیفش در اون هفته دومه که دوچار مشکلات میکنه شما اگر بعد از 15 و 16 و 17 روز از بیماریتون گذشته دیگه این خطر اینکه دوچار مشکل عمده ای بشید با کووید 19 وجود نداره